88 که خود اون حرکت که انقدر باوقار و سنگین و فرهنگی انجام شد که فقط لبریزت میکرد از اینکه چقدر خوشحالی که توی این جمع هستی، توی این آدم ها هستی، همه رو داری درک میکنی و هم دیگه داریم کمک میکنی و خب این خیلی تجربه دوست داشتنیه. اصلاحات از آغاز گفته و الان هم میگه و منطق هم همین حکم میکنه که ما در دنیای امروز و در شرایط کنونی برای رسیدن به آرمانهای خودمون هیچ راهی جز انتخابات نداریم. وقتی هم میگیم انتخابات، یعنی انتخابات به همون صورتی هم که برگزار میشه، ممکنه خیلی هم مطلوب نباشه، ولی بدیل این مسئله چیز وحشتناکیست. آمدم تا از آزادی اندیشه و بیان پاسداری کنم و مدافع آزادی های مسلح در قانون اساسی باشم. آمدم تا وسیله‌ای باشم برای بازگرداندن اقتدار، عزت و هویت ایرانی. آمدم تا راهی و همراهی باشم برای رفتن به سوی ایرانی مستقل، آزاد، آباد، پیش رفته و سربلند. اون موقع فکر میکردیم قراره که الان همه اتفاقای خوبی که منتظرش هستیم پشت سر هم دیگه بیفته. واقعیت اینه که خیلی اتفاقای خوبی هم افتاده، منتها ما بهای سنگینی بابتش دادیم. برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم. این علارغم این مسئله است که ما در سطح کشور با اخراج وسیع ناظران خودمون روبرو بودیم. با این حساب حالا اومدیم رأی دادیم و خیلی هم خوشحال بودیم. یه اتحادی هم بین در واقع اکثریت مردم به وجود اومده بودش. بعد خب شب این یعنی در واقع انتخابات که تموم شد، اعلام نتیجه معلوم شدش که نه، اصلا همه چیز یه جوری دیگه و یه جای دیگه یه اتفاق دیگه ای افتاده. بنابراین یعنی اون آخرین امیدی بودش که من داشتم و فکر میکردم که واقعا دیگه نمیشه تو خونه موندش بدون اینکه اصلا کسی بخواد به من حرفی بزنه. من از سر کارم اومدم بیرون و رفتم سمت وزارت کشور و فکر میکردم که خب اینجا داره اتفاقی میافته. من مثل منم کلی آدم بود. من دلم میخواست شرکت بکنم چون راهی غیر از این نمیدیدم که آروم 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 باید تغییر رو ایجاد کرد. به همین دلیل خودم به عنوان شهروند مسئول میدیدم که شرکت بکنم و سهم داشته باشم، رأی بدم قبلش و اگه رأی دادم خودم مسئول میدیدم که حالا برم ببینم که چی شده، چرا، کجاست این رأی. و همین شرکت میکردم بعدش. آیا اصلا میتونیم تمام این حادثه رو ببریم زیر لوای یک انتخابات؟ یعنی بگیم مردم به خاطر انتخابات اومدن توی خیابون؟ من فکر کنم یه جرقه بودن، اینکه یک چیزی وجود داشت برای اینکه اون هسته اصطلاحاً انگیزشی که توی اون مردم وجود داشت رو توی هشتاد شعله‌ور بکنه، یعنی اینکه بهشون سامون بده، بهشون بگیم خب حالا شما میتونیم برگردیم وسط خیابون و اعتراض بکنیم و نشون بدیم. و اینا با رویکردهای مختلفی هم بودن، یعنی همون اتفاقی که توی انقلاب میتونه، یک انقلاب واقعی میتونه اتفاق بیفته، کنم شامل اتحاد نیروهای حتی آنتاگونیست جامعه با هم دیگه است، توی جای جمع بشن با هم دیگه بپیوندن، اتحاد داشته باشن، مبارزه بکنن، تو اشداش هم اتفاق میفته. من وقتی که انتخابات شد و نتیجه معلوم شد که در واقع تقلب صورت گرفته،
گرفتاریه که از قبل داشتم هم اضافه شد، نه فقط. خب میگم خیلی طیف‌های مختلف بودن، افکار مختلف و نظرهای مختلفی بودن، یا عده خیلی به این شکل با مثل من با نظام مشکلی نداشتن، رأی داده بودن، اومده بودن سراغ رأیشون، فکر میکردن که با اصلاح طلبها بهتر میتونن زندگیشون بهتر بگذره. من خیلی تندتر بودم. اومدن من بیرون تو خیابون، البته اول نه، اول فقط دنبال رأی بودم، دنبال خیلی چیزای گنده تری نبودم. رأیمون رو دزدیده بودن، دنبال این بودیم که رأیمون به کجا رفته و برش کردیم. پذیرفتیم که 88 نمیتونه یک رخداد واقعی باشه، فقط میتونه یک نشان دهنده یک پتانسیل زیادی از خشم و نفرت باشه، همونجوری که تو تمام فیلم‌ها میبینیم که تمام اون دوره دوره خشم دوره نفرته، چیزی که تو این 4 سال بهش هم افزوده شده. یعنی اگه مثلا اتفاق 88 و 92 اتفاق میافتاد، دیگه این بار مثلا مردم با مماشات و پلیس برخورد نمی‌کردن، این بار اینا با مماشات می‌زدن، با بسیج و نمیدونم با این که با نیروهای سرکوبگر برخورد نمیکردن. اگه اون دوره نمیدونم توی فیلم ها میبینیم یکی میپرید جلو میگفت آقا این پلیس رو نزنید، اینقدر این خشم و نفرت زیاد شده بود که شاید خیلی مواجهه خیلی سنگینتر و خونالودتری میتونست باشه. مهم اینه که یادمون نره. من تلاشم به اینه که خودم به تنهایی یادم باشه که باید تداوم داشته باشه حرکتم. شاید یه اتفاق خوبی بیفته. اصلاً من خودم به شخص هدفم تعویض حکومت و تغییر سیاست مداری و اینا نیست. من از یک حقوق ساده انسانی و اجتماعی دارم حرف میزنم. چیکار از عناصر انقلاب و از عناصر این موفقیت توی حداقل عرصه اجتماعی تخیل کردنه، چیزی که ما نداشتیم. ما تخیل ما اون روزی که مردم عکس خامنه‌ای رو پاره می‌کردن، ما داد می‌زدیم با چقدر عالی چقدر خوب شد، برای ما خیلی اتفاق عجیبی بود. تا اونجا می‌تونستیم تخیل بکنیم که یه کسی می‌تونه عکس خامنه‌ای رو پاره بکنه، بیشتر از اون نمی‌تونیم تخیل بکنیم. این بزرگترین المانی که می‌تونه توی انقلاب وجود داشته باشه، تخیل براندازی کل ساختار نهاد قدرت هست رو نمی‌تونیم تخیل بکنیم تا یه جایی. برای همینه که ما بعد از اینکه هرچه داره اتفاق میفته چی میبینیم؟ موج زیادی از نمیدونم مهاجرین میبینیم که از ایران میرن روزنامه‌نگارا و نمیدونم کسایی که حالا خب ادعای اکتیویست بودن دارن، ادعای چیز دارن دیگه، مبارز بودن دارن، از ایران خارج میشن، دنبال زندگی بهترن، دنبال اینن که بتونن توی آلمان بشینن آبجو بخورن و نمیدونم امر سیاسیشون هم انجام بدن، چیز کاملا خنده‌داریه. و از اون ورا میبینیم که میپذیریم که خب توی انتخابات دوباره شرکت بکنیم، چون بهتر اینه که از بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنیم. و من نمیتونم بپذیرم که چجوری ما به روحانی رأی میدیم که نمیدونم مثلا زاده دل مثلا رفسنجانی هست که ما 76 بهش اعتراض کردیم. اگه بپذیریم که حرکت اجتماعی ایران درست و اصولیه، نه اصولی، حداقل فکر شده است. الان 5 سال گذشته از انتخابات دهم سال 88. من اون موقع شیراز بودم. خب تا یک سال بعدش هم همونجا بودم. بعدش از اون ایران خارج شدم ترکیه، بعدم که آمستردام هلند. اون موقع هیچ کس توقع نداشت که اون اتفاقایی که بعد از انتخابات بعد از 22 خرداد افتاد به اون حجم و به اون شکل بیفته. یک حرفایی بود که ممکنه دولت بخواد رأی جا به جا کنه، تقلب کنه، ولی هیچ کس تو تصورش نمی گنجید که
با این حجم از تقلب و با این جور عوض شدن رأی‌ها در حقیقت مواجه بشه. قرار بود کمیته صیانت از آرا تشکیل بشه ولی خب مخالفت کردن، بعد به یه شکلای یه سازکارایی پیشبینی شد، یه سری ناظرایی که پای صندوق میرفتن حواسشون بود، ولی اون اتفاق که افتاد از در حقیقت عهده همه اینا خارج بود و هیچ نظارت و هیچ کاری دیگه نمیشد کرد. شهیدان رو نمیدونم، دروغ و ضربه شلاق چه پرقوغاست، تو ایران کشتن یاران چه پرهاشاست. فردا رو تو میگفتی آه گل پرپر چه معصومانه میرفتی، تو اون لحظه تو رو تو اوج میدیدم، گلی از شاخه ای انگار میچیدم، تو از نسل جوون سبزم رو نوشتی روز پیروزی. ببخش شرمنده دستم به زنجیره، ولی این نسل سبز هرگز بعد از انتخابات خب همونجور که خودتون میدونین دیگه چه اتفاقایی افتاد توی اون روند یک سال دو سالی که گذشت تا سال 89 و بعد شروع حصر آقای موسوی و آقای کروبی. خب خیلی ها فکر کردم بعد از اون جنبش سبز تموم شده، ولی به نظر من تغییر ماهیت داد. مثلا یه نمونهش توی همین انتخابات آقای روحانی، بخشی از این جنبش تصمیم گرفت که دوباره بیاد به صحنه، رأی داد و بعدش هم از فضایی که پیش اومد دقیقاً 24 ساعت هم نکشید و از انتخابات استفاده کرد، اومد تو خیابون و مطالبات خودش رو خواست، آزادی زندانیان سیاسی رو خواست، محاکمه کسایی که توی اون سالا خون ریخته بودن رو خواست، یاد اون شهدای دقیقاً جنبش سبز خوب گرامی داشت، حرف خودش رو زد. جنبش سبز نمرده، زنده از این حرف درستی نیست که تموم شد همه چیز. این سیستم نباشه، قوانین مذهبی و نمیدونم شرعی و این چیزا نباشه، یه سیستم خیلی دموکرات آزادی وجود داشته باشه که همه بتونن راحت زندگی کنن. چیز زیادی هم نمیخوایم. واقعا آرزوم اینه که ببینم این آدما در یک سطح بالاتری از آگاهی دارن زندگی میکنن و از یک سطح بالاتری از آزادی دارن استفاده میکنن و بهره مند میشه. من امیدوارم، به هر روز امیدوارم، یعنی هر روز یک فتنه ای به پا بشه و ما تو این فتنه صف اول باشیم و فردای روز انقلاب ما اولین آدمایی هستیم که حذف میشیم. ولی مهم نیست، مهم اینه که داری مبارزه میکنی، چون رستگاری فقط توی اون لحظه وجود داره که تو سنگ تو دستته. رستگاری فقط توی اون لحظه وجود داره که تو دقیقاً داری شعار میدی، فوش خواهر مادر داری میدی به قول معروف نهاد قدرت، چون بعد از اون بلافاصله بعد از اون قدرت دوباره تو رو حذف میکنه، چون قدرت آدم خرابکار، آدم فتنه گر رو نمیپذیره. میپذیرم که فردای فتنه دیگه ما وجود نداره. تغییر تو اینه که ادامه بدی. همین، من امیدوارم. آره، من امیدوارم که این تغییر اتفاق میفته.